با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان. 20 دقیقه برنامه خبری تحلیلی امشب سه‌شنبه را می‌گشاییم با برنامه شامگاهی صفحه 1 با تازه‌ترین خبرها و نظرها، خوانش‌ها و کاوش‌ها در آخرین و مهمترین مطالب منتشره در روزنامه‌های هر روز ایران در ایران فردا. نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب. اوجگیری جدال‌های کلامی و لفظی مسئولین عالی جمهوری اسلامی با اظهار موضع فقیه آملی لاریجانی در برابر اظهارات حسن روحانی که نسبت به تبعیض‌ها از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی گلایه کرده بود، بازتاب اظهارات جواد ظریف حول دغدغه‌های رهبری ایران در خصوص موضوع نوظهور نفوذ بر ساخته از منویات علی خامنه‌ای، همینطور تشدید فضای رقابتی و انتخاباتی میان دو جناح اصلی رقیب در ایران و بالاخره تظاهرات خیلی عظیمی از هممیهنان آذری در شهرهای آذری نشین همچون ارومیه و تبریز در اعتراض به هتک حرمت به این گروه از هممیهنان ایرانی، اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه 19 آبان ماه ایرانی برابر با 10 نوامبر 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما هممیهنان عزیز خواهد رسید. همینک و در بخش آغازین برنامه مروری خواهیم داشت بر چند خبر مهم و برگزیده در طول 12 ساعت گذشته. واکنش آشکار و مستقیم آیت الله آملی لاریجانی به اظهارات دیروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ادبیات تا حدودی تند و کم سابقه بر صدر رسانه‌های ایران جای گرفت، تا جایی که روزنامه‌های اصلی کشور نیز به طور یک پارچه‌ای به پوشش آن در صفحه 1 پرداخته بودند. فقیه آملی لاریجانی با لحنی عتاب‌آمیز خطاب به حسن روحانی، آن هم مستقیم و بی پرده و بی واسطه، گفت که این سخن که از طریق برخی روزنامه ها می توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود، نادرست، خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی است. صادق لاریجانی رئیس قوه مجریه را متهم کرد که با سخنانی متناقض به حرف های خلاف واقع دامن میزند و طوری القا میکند که روزنامه خاصی طوری بر قوه قضایی سیطره دارد، که احتمالاً اشاره روحانی به کیهان بوده که البته دارد ولی ایشان کتمان کرد. آقای لاریجانی اضافه کرد که اینها سخنان خلافی است که هیچگاه انتظار بیان آن را از مسئولین مطلع نظام نداریم. ایشان در پاسخ به این کنایه حسن روحانی که قوه قضایی بایستی مأمن جامعه باشد و اگر نمک فاسد شود کار بسیار سخت می شود، در واکنشی تندتر گفت که باید پرسید مقصود از این جملات شرطی چیست؟ این جملات در مورد قوه مجریه هم کاربرد دارد و می توان گفت اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود کار سخت می شود. صادق لاریجانی اضافه کرد که اگر مقصود این است که القا کنیم قوه قضاییه اینطور شده، افتراست و اگر غیر از آن باشد اهانت است. رئیس دستگاه قضایی منتصب علی خامنه‌ای اضافه کرد که چرا بایستی دستگاهی را که مشغول خدمت به مردم است و با وجود تنگناهای شدید و مشکلات متعدد به زعم وی بودجه‌ای و امکانات در طول سال 15 میلیون پرونده را رسیدگی می کند، مورد عتاب و خطاب وحنامیز قرار دهیم و مستمسکی برای به زعم وی بدخواهان ایجاد کنیم. همانگونه که بیشین شما هممیهنان عزیز آگاهید، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه 17 آبان ماه در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات با اشاره به وجود حاشیه امن برای برخی از رسانه ها گلایه کرده بود که از طریق برخی روزنامه ها می توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود، که اشاره تلویحی ایشان به روزنامه های کیهان و جوان و وطن امروز بود که بالاترین میزان واکنش های تند رو نیز از جمله این روزنامه ها اتخاذ کردند. در این راستا آملی لاریجانی که گویا دچار خشم کودکانه‌ای شده بود، در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئله برجام و توافق هسته‌ای نیز سنگی زد و گویا برای روکم کنی از جنس و سنخ کاست فقها با لحنی تند گفت برجام و توافق هسته‌ای هیچ هم افتخار ملی نیست. آقای لاریجانی گفت که لااقل برای بنده روشن نیست که آیا واقعا نتایج برجام افتخارآمیز است. ما در این تفاهم چیزهای بسیاری داده ایم و چیزهایی هم
تحصیل کردیم، اما با وجود امتیاز بسیاری که داده ایم چه افتخاری وجود دارد که بی‌شهر آشکار است که صرفاً به خاطر انتقاد حسن روحانی از عملکرد قوه قضاییه این فقیه از سر خشم ریگ و سنگی به توافق هسته‌ای زد تا به زعم خویش از ارزش کار بکاهد. مملکتی که منافع ملی کاملا در لایه‌ها و سطوحی از قشریون محبوس و اسیر است. ادامه میدهم و با روزنامه‌های امروز تهران. در این راستا عمده روزنامه‌های امروز سه‌شنبه به طور یک پارچه به انتشار دیدگاه‌ها و خبرها و رویکردها و رویدادها در این راستا پرداختند. خاص روزنامه‌های اردوگاه راست افراطی و نزدیک به نهاد رهبری بسیار تندتر و آشفته‌تر بر اظهارات حسن روحانی در قالب گزارش‌های اصلی و یا یادداشت‌هایی شوریدند. کیهان تحت امر رهبری فرماندهی حسین شریعت‌مداری طی یک گزارشی اظهارات تازه وزیر فرهنگ و ارشاد کابینه روحانی رو که گفته بود نظام قضایی نام اختلاسگران میلیاردی رو با ملاحظه و احترام با حروف مخففه مثل بزه می نویسد ولی خبرنگاران را قبل از اثبات جرم و اتهام اصلیشان رسوا می کنند زیر سوال برده بود این اظهارات وزیر فرهنگ رو و این رو به رسانه بریتانیا مثل بی بی سی نسبت داد که با به تعبیری فشار روزنامه‌های زنجیره‌ای و با پرداخت حقوق ویژه تحت عنوان حق و تحریر وزارت ارشاد دامن زده می‌شود. کیهان مؤسسه مطبوعاتی وابسته به نهاد رهبری ایران در ستون یادداشت اصلی شماره امروز نیز با عنوان نئو کشمیری‌ها به قلم محمد ایمانی ستون‌نویس ثابت کیهان به ماجرای نفوذ در ساختار سیاسی اقتصادی امنیتی ایران اشارات تازه‌تری به زعم خویش داشت و حتی اظهارات انتقادی حسن روحانی در دفاع از روزنامه‌نگاران بازداشت شده رو خط نفوذ می‌دانست که خواسته و یا ناخواسته در جبهه نفوذی‌ها قرار گرفته است. ستون‌نویس روزنامه نهاد رهبری در ادامه این خشم نگاشت با قیاس تطبیقی برخی از مسئولین عالی نظام با کشمیری در ادامه نوشت که کشمیری یک برند است. لازم نیست نفوذی‌ها همه دقیقاً مانند کشمیری بمب‌گذاری کنند. چند تا مصداق هم اشاره کرده بود که به طور گذرا میخوانم. از جمله نوشته بود ابریشمچی به طالقانی نزدیک شده بود یا سید مهدی هاشمی که در بیت و بیخگوش منتظری لانه کرد و رجوی که تا مرز پدرزنی بنی صدر پیش رفت و او را تبدیل به عامل انتحاری و پیشمرگ خود کرد و به تعبیر خودشون مقدم مراقعی که به سید کاظم شریعت مداری نزدیک شد. انواع و اقسام مصادیق از این دست و کیهانی و بولتن نویسانی که سر از بی بی سی در آوردند و کنار دست خاتمی بودند یا آن مشاوری که گفت گروه خون خاتمی و مجمع روحانیون به ما نمیخورد اما باید تحملش کنیم یا امثال حراسی ها که به رئیس جمهور اسبق آدرس غلط دادند تا همزبان با آمریکا درباره داعش و سلاح‌های شیمیایی بشار اسد سخن بگوید که اشاره داشت به هاشمی رفسنجانی. همگی به زعم کیهانی ها کار کشمیری را می کنند، نه فقط برای ترور بلکه با اهداف عمیق‌تری نظیر اخلال و اختلال در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در مسائل حساس که کیهان نشینان در واقع بر همه مسئولین برآمده پس از انقلاب 57 انگ و برند تروریست یا کشمیری بودن زدند از خاتمی تا رفسنجانی. اتهام‌های بس شگفت‌آور که بالاترین مقام امنیتی سالیان جمهوری اسلامی که رئیس جمهور کنونی نظام فقهاست نیز به عنوان عامل نفوذی در تحلیل کیهان جای گرفت. البته بدگمانی به چهره‌های اصلی و ارشد جمهوری اسلامی از زمان محمود احمدی نژاد نیز به گونه‌ای از آنها پدیدار شد که بعضی ها حتی وی را بنابر ویرانی‌های آمدانی که علیه هویت و فرهنگ ایرانی انجام داده بود به نهادهای امنیتی بیگانه منتسب می‌کردند و حتی در هویت ایرانی وی نیز تشکیک ایجاد شده بود. ادامه می‌دهیم و ورق می‌زنیم با موضوعی دیگر و روزنامه‌ای دیگر. بابک زنجانی و اظهارات قلدر مآبانش کماکان مورد توجه و شگفتی رسانه‌داران است. گویا در ششمین جلسه دادگاه خطاب به مسئولین دولتی و قضایی با لحنی تهدیدآمیز گفت که اذیت کنید اذیت میکنم. روزنامه شرق موضوع اصلی را به این ماجرا اختصاص داد. روزنامه شرق با اشاره به علنی بودن دادگاه نوشت با وجود اعلام علنی بودن دادگاه از ورود بسیاری از خبرنگاران به شعبه 15 جلوگیری شده و فقط چند رسانه خاص فرصت حضور در این محاکمه بزرگ را
به دست آوردن که صدا و سیما و فارس و کیهان و جوان قطعا در صدر این رسانه های خاص بهره برده از راند بودند. گزارش شرق در بخشی از این نوشتار با اشاره به تناقضات و دروغهای بابک زنجانی در فرایند دادگاه به نقل از غلام حسین صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت HK گفت افرادی که حتی قبل از بازداشت بابک زنجانی با او در جریان بازگرداندن پولهای شرکت نفت مراوده داشتند میگویند زنجانی طوری دروغ میگوید که طرف مقابل راحت باور میکند. روزنامه شهر در بخش پایانی این گزارش با عنوان استراتژی شب عیدی با اشاره به نقش مشخص محمود احمدی نژاد در بستر‌سازی دروغ و فساد و انحراف در کشور طی سالیان گذشته نوشت که بالاخره آخر سال و شب عید است و میخواهیم با هم صفایی کنیم. این پاسخی بود که محمود احمدی نژاد روز 24 اسفند ماه سال 90 در جلسه سوال از رئیس جمهور به نمایندگان مجلس داد. رئیس دولت دهم سوالات را به راحتی به کناری نهاد و با همه شوخی کرد، حتی با مردم. اینجاست که به زعم شرق باز هم باید تأکید کرد که بابک زنجانی شاگرد اول مکتب احمدی نژاد است. او هم در جلسات دادگاه کیفرخواست 238 صفحه‌ای دادستان را به کناری نهاده و هر روز مسائلی حاشیه‌ای مطرح کرده و به دیگران اتهام می‌زند. این کنش او باعث می‌شود دیگران مجبور به واکنش و پاسخگویی شده و مجدداً زنجانی به پاسخ آنان بپردازد. این استراتژی شب عیدی زنجانی روند برگزاری دادگاه را طولانی کرد. فردی که چند هزار میلیارد تومان به خزانه دولت بدهکار است اکنون طلبکار همه شده و ظاهرا میخواهد که از او تقدیر شود. وقت کشی و سوال را با سوال پاسخ دادن ارمغان زنجانی برای مردم ایران است. ادامه میدهم با مطالب برگزیده دیگر و اما از جمله رویدادهایی که روزنامه‌های امروز به آن اشاره نکردند، تظاهرات جمعی از ایرانیان آذری در استان‌های آذری نشین همچون ارومیه و زنجان بود که در اعتراض به برنامه طنز صدا و سیما با نام فتیله به خیابان‌ها ریختند و علیه این اهانت اعتراض کردند. معترضین که تعدادشان بیش از صدها نفر برآورد شده با شعارهای قومیتی و هویتی از مدل برنامه سازی کمنگارانه و تخفیف گرایانه نسبت به سایر باشندگان ایرانی در استانهای پیرامونی اعتراض کردند. در این راستا بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر دیروز دوشنبه شکایتنامه ای نیز علیه برخی از مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه طنز فتیله در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت شد. جعفر افشارنیا وکیل پایه‌ای که دادگستری که وکالت پرونده برخی از فعالان آذری را بر عهده داشته در صفحه فیسبوکی خود تصویری از این شکایتنامه و همچنین برگه اعلام وصول آن را در دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر کرد. این شکایتنامه علیه مسئولان، بازیگران و همینطور کارگردانان این برنامه، یعنی برنامه پخش شده فتیله تنظیم شده و خواستار رسیدگی به دو اتهام توهین به ترک ها به تعبیر اینان یا به تعبیر یالا اسای ادب به همیهنان آذری و تشویش اذهان عمومی است. ادامه میدهم با یادداشت برگزیده‌ای در همین موضوع. آذربایجان قلب ایران است. یادداشت اصلی روزنامه ایران ارگان دولت بود که به قلم سالار سیف‌الدینی یکی از پژوهشگران برجسته ایرانی در حوزه اقوام و همینطور متخصص امور کشورهای آسیای میانه و قفقاز منتشر شد که به حادثه فیلم اهانت‌بار صدا و سیما با دو رویکرد متفاوت به موضوع پرداخت. نخست در شرح وصف ملت به معنای اخص کلمه و به مفهوم حقوقی کلمه کوشید و از ضرورت احترام همه باشندگان یک سرزمین در جوامع نوشت و معتقد بود که ملت ساختاری زنده و همبسته است
که در طول تاریخ به طور طبیعی و با مشقت و کوشش مردم یک کشور شکل می‌گیرد و قطعاً احترام متقابل و مهرورزی به همه اجزای آن در حکم عضلات و مفصل‌های آن اندام بزرگ است. یکی از دانشوران علوم انسانی در قرن 19 بقای یک ملت را رفراندومی روزانه توصیف کرده است. این توصیف به زعم نویسنده جوهره زیست مشترک تاریخی و اجتماعی مردم را به خوبی توضیح می دهد. اما نویسنده در ادامه از عزیز بودن آذربایجان و آذری‌ها در ایران به مصداق جالبی نیز اشاره کرد و نوشت: چند سال پیش هنگامی که زلزله ارسباران شهرهای آذربایجان شرقی را لرزان، موج عظیمی از کمک‌های مردم و صف‌های طولانی اهدای خون در سراسر ایران شکل گرفت. اهدای خون، مایه حیات و زندگی انسان، یکی از بالاترین مصادیق عشق به هموطن است. در آن حادثه 500 جان از جمع هموطنان آذری تسلیم قهر طبیعت شد، ولی هزاران کیسه خون از سراسر کشور به سوی تبریز عزیز سرازیر گشت. معنای عمیقی در این خونها نهفته بود که ریشه در معجزات خاک ایران ما دارد و باید قدرش پاس داشته شود. ادامه میدهم با مباحث و موضوعات دیگر. جماران نشین ها در اندیشه انتخابات عنوان موضوع اصلی روزنامه قانون بود که در یک تحلیل طبقه بندی شده خبر داد که تیم تکنوکرات و میانه روی نزدیک با هاشمی رفسنجانی برای انسجام و تشکیل هموندان و هماندیشان برای راهیابی به مجلس خبرگان پیش روی در حال رایزنی هایی هستند. قانون در بخشی از این نوشتار با اشاره به تلاش تندروهای نزدیک به نهاد رهبری ایران برای حذف هاشمی رفسنجانی آنها را ناکام خواند و پیروزی حسن روحانی را پیروزی نامزد مورد حمایت هاشمی رفسنجانی دانست. قانون با نام بردن از چهره‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی در رقابت سیاسی اسفند ماه از جمله به حسن خمینی اشاره کرد. همچنین از حضور محسن هاشمی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اشاراتی کرد. در همین راستا به مرتضی اشراقی نوه آیت الله خمینی، در واقع که گویا برای خبرگان رهبری نامزد می شود، اشاراتی داشت. در گروه سیاسی قانون در بخشی از این گزارش در گفتگویی که با محسن هاشمی انجام داد از وی از حال پدر برای حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات پیش روی پرسید که آیا مشکلی در سر راه ایشان وجود ندارد، که محسن هاشمی گفت خیر و ایشان وارد انتخابات می شود. هاشمی در ادامه و با پاسخ به این سوال، یعنی محسن هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا آیت الله هاشمی رفسنجانی در رابطه با انتخابات گفتگوی با سید حسن خمینی کرده اند یا خیر، اشاره کرد که آیت الله در مورد ورود یادگار امام، منظور سید حسن خمینی، به عرصه انتخابات آینده توصیه هایی به ایشان داشته اند. همه اینها در حالی است که روزنامه های نزدیک به اردوگاه تحول خواهان در حالی که با سلام و صلوات و آیت الله گفتن ها از هاشمی نام میبرند و برای پیروزی طیف منتسب به این فقیه مغزوب آستان ولایت میکوشند، روزنامه های دست راستی تحت امر رهبری ایران صریحا هاشمی رفسنجانی را در طبقه کشمیری ها و نفوذی ها میخوانند، که البته نشان از شکافی عمیق و شقاقی پرشتاب در بدنه نظام 37 ساله فقها در ایران است. و با این گزارش از روزنامه قانون وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا، از جمله آن سوی خبر که بلا فاصله پس از صفحه 1 پخش خواهد شد، این جانب از محضر یکایک شما خوبان خداحافظی میکنم تا شامگاهی دیگر و درودی نو در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.